اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. باز در شرق میهنم، خورشید چادر از ترس شب به سر کرده، وحشت از طالبان مرگ و جنون در دل شهرها اثر کرده. باز آمد امارت خونین، روی کابل غبار مرگ رسید، جای گلهای سرخ کوهستان لجن ارتجاع و مرد چکید. از مزار شریف تا زابل خون افغان به رود جاری شد. کار این ملت عزیز و بزرگ باز هم مرگ و انتحاری شد. کفتران از مزار می رفتن، گنبد عشق باز خالی شد، قندهاران ز بدر کامل ما خسته شد، باز هم هلالی شد. پنشیری هنوز میخواد شعر سرشار عشق و آزادی، دل ملت به عشق مسعودی زنده لحظه لحظه شادی است. علیرضا نوریزاده، سه شنبه 12 اکتبر 20 مهر ماه به شما سلام میکنم. چرا این شعر رو دوباره خود خیلی نگران بودم، یه شعر نوشتم خطاب به احمد مسعود که چرا سکوت کردی کجایی؟ به من خبر دادن نه یه بیانیه داده بیرون. وای چقدر خوشحال شدم. گفتم دیگه اون شعر رو نمیخونم، اون شعر رو میذارم برای وقت دیگری، برای اینکه وقتی احمد مسعود خودش اومده و حرفی زده من دیگه دوباره چرا بگویم. این دنگ دنگیرم که میشنوید که اعصاب منو خرد کرده، من نمیدونم چجوری صداش رو ببینید. مرتبم اومن به من میگه که آره اینو کلوز کن، منم کلوز میکنم. باز ببخشید این رو عمر بهتون میگم، برای اینکه واقعا نمیدونم چیکار کنم. صدا همینجوری تو گوش من دنگ دنگ داره میزنه و واقعا نمیدونم چیکار بکنم. خسته شدم از این صدای، نمیدونم آنپین بکنم درست میشه. حالا یه آنپین میکنیم ببینیم شاید درست شد. به هر حال احمد مسعود میگه هم میهنان عزیز، سنگرداران و مقاومتگران دلیر، نخست از مقاومت و ادامه ایستادگی پرشکوهتان در برابر تهاجم، ترور، جنگ، جهالت، ظلم و اشغال قلبن سپاسگزارم. بله اینجا یه تیکش رفته. معلوم مقاومت گسترده مردمی و مقاومت مدنی شما در شهرهای افغانستان و گوشه های جهان که در پی بله بذارید من اینو بزرگش کنم، این سرزمین مناسب کشور گوشو، فریاد بلند عدالت خواهی زنان و خواهران شجاع و با همتمان در برابر ظلم، تبعیض، استبداد، جغرافیای مقاومت را سرتاسری ساخت و به یک داعیه ملی و انسانی مبدل نمود. این همه مقاومت و ایستادگی های شما مردم سرفراز در متن تحولات ژئوپلیتیک بزرگ منطقه امید و افق تازه‌ای برای سرزمین و ملت ما آفرید و جان دیگری بخشید که انشاءالله در این مسیر همه با هم و تا آخر را
حرکت خواهیم نمود و به یاری پروردگار و همت والای شما تا پیروزی نهایی ادامه خواهیم یافت. طالبان با ادامه ارتکاب جرائم و جنایات، کشتار ظالمانه مردم، ملکی و منصوبین نظامی، سرکوبگری و اعدام‌های صحرایی، غصب و چپاول دارایی‌های عامه، تجاوز بر حریم شخصی مردم، اعمال سیاست تبعیض، تعصب و تحجر و دخا و صدها ناروای دیگر تلاش دارند تا صدای حق طلبانه و آزادی خواهانه ما را خاموش سازند. بعد اشاره به قتل عام نمازگزاران در مسجد سیدآباد قندوز میکنجا که شیعیان رو کشتن. حالا اینا هم نقش با هم عوض کردن. طالبان میگه داعش بود، داعش میگه طالبان بود. خوب همشون هم یکی‌اند، گراس‌های وحشی که از یک گورستان میخورن. به هر حال میگید که خلاصه ما جبهه مقاومت رو درست کردیم از سازمان‌ها، مؤسسات، نهادهای ملی و تقاضا داریم تا اقدامات لازم و عاجل رو جهت رسیدگی به وضع حقوق بشر انجام بدن. احمد مسعود البته آزردگی خودش رو از واکنش جهانی ابراز میکنه، حالا به صورت خیلی سریع. نه، او زیاد در اندیشه جانش نیست. شنیدم که در پنجشیره و تلاش میکنه تا نیروهای مقاومت رو تنظیم بکنه، درست کنه. به هر حال درود بهش میفرستم و امیدوارم این فرزند لایق افغانستان و پنجشیر، فرزند احمد شاه مسعود، راه پدر رو ادامه بده، بماند و رهبری افغانستان رو در دست داشته باشه. حضورتم امروز مهمان دارم از جوانهایی که بسیار با آقای مرحوم بنی صد علاقه داشت. دو سه روزی از درگذشت مرحوم بنی صد گذشته، ولی هنوز در باب او حرف و سخن بسیاره. یه دو آقا این آدم چرا گندش کردی؟ حتی یکی امروز صبح به من گفت چرا گندش میکنی؟ این آقا جان، مسئله گندگی نیست. آدم ها در لحظه های تاریخی عملی انجام میدن که به بزرگ و کوچکی اونها کمک میکنه. آقای بنی صد در زمان جنگ نقش بسیار موثری داشت. آقای بنی صد در مبارزه با جمهوری اسلامی نقش موثری داشت. حضورش در دادگاه میکونس بسیار موثر. در اینکه حاضر نشد همراه رجوی به آغوش صدام حسین بره کار بزرگی کرد و دست خالی ایستادگی کرد و در نزد ملت ایران هم سربلند. حالا خیلی خطاهای دیگه داره. یه عده میگن آقا اصلا چرا این تو انقلاب بود؟ اصلا چرا اومد با خمینی؟ خب اینا هم مسائلی است که میشه راجعش بحث کرد. ولی به اعتقاد من بزرگترین خطای بنی صد این بود که جلوی دیدار زنده یاد دکتر بختیار رو با خمینی گرفت. این خطای بزرگ او بود. و الا حالا خطاهای دیگر و مواردی است که میشه بررسی کرد، راجع بهش صحبت کرد. مازیار عزیزم درود به شما. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکاران شما و بینندگان و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم. خب عزیزم، اول برای من بگو که با آقای بنی صد کی آشنا شدی و از ایشان چه داری؟ ببینید، من اون زمانی که در ایران بودم کم و بیش کتاب‌های ایشون رو مطالعه می‌کردم، صحبت‌های ایشون رو می‌شنیدم. منتها این آشنایی به طور نزدیک زمانی بودش که بنده به خارج از کشور آمدم و 10 سال مستمر با آقای بنی صد آشنا بودم. البته انتقاداتی هم به ایشون داشتم، حتی 2 مورد، یک موردش عقیدتی بود، یک موردش سیاسی که علنی شد و در رسانه ها بازتاب پیدا کرد. و این را البته به این جهت عرض میکنم که اگر در اینجا بنده از آقای بنی صد دفاع میکنم، نه به خاطر اون آشنایی که با ایشون داشتم یا علاقه ای داشتم، صادقانه اینجا از آقای بنی صد دفاع میکنم، یعنی شخصی بودم که با آقای بنی صد انتقاد هم داشتم. آقای شکوری، به خاطر سن و سالت شما نسل جوان بعد از ما هستی، آیا شما به اون نگاه آقای بنی صد به دین اعتقاد داشتی؟ یعنی
شما هم بر این باور بودی که می شود بین دین و دموکراسی آشتی برقرار کرد. ببینید نگاه آقای بنی صدر در اون هندسه فکری ایشون مبحث اصلی و محوری حقوق بود. آقای بنی صدر همه مسائل را سعی می کردن که در وهله اول با حقوق تطبیق بدن به منافع و اینها معتقد نبودن، معتقد بودن که بعضا منافع و مصالح مصلحت با حقوق در تضاد قرار می گیره. ایشون بینش و برداشتی که از اسلام داشتن این بوده که اسلام کلن حقوق همگان حتی مخالفان را هم رعایت می کند. معتقد به این بودن که کرامت انسانی برجستگی دارد نسبت به دیدگاه های سیاسی و عقاید افراد، به همون آیه قرآن که می گوید لقد کرمنا بنی آدم، یعنی بنی آدم ذاتن، حتی نمی گوید انسان بشر، می گوید بنی آدم ذاتن کرامت دارد. ایشون به این معتقد بودن و معتقد به این بودن که تمامی دیدگاه ها، یعنی چون اسلام همون گونی که خودشم به پیامبر میگوید که تو نباید سلطه به این اون داشته باشی، برای سلطه داشتن و اینها نیامده ای، وکیل دیگران نیستی، تو باید ابلاغ کنی، باید عمل کنی، عملت هم به صورت خودش یک معنی ابلاغ دارد. ایشون به این معتقد بودن و معتقد به این بودن که در جامعه، در جوامع تمام دیدگاه ها از دینی غیر دینی همه اینها میتوانن خودشون رو عرضه کنن و مردم بپذیرن. این دیدگاه مرحوم آقای بنی صدر. بله این سؤال رو من از خودتم میکنم، آیا به عنوان یک جوان روشن فکری که در مسیر مبارزم هستی، آیا خودت به این ورشن، به این قرائت اعتقاد داری؟ آیا واقعا تصور میکنی دین در چارچوب محدودیت های ثابت غیر قابل تغییر میتواند با جامعه جوانی که شما نمایندش هستی اصلا هیچ آشتی و همدلی داشته باشه، یا دین باید جایگاه والای خودش رو داشته باشه به عنوان یه امر شخصی همونطور که قبل از انقلاب داشت؟ و بنده دوست داشتم گاهی میرفتم دیدن مرحوم زنجانی، یک ساعتم میشتم پیشش گوش میکردم، یا منزل خودمون روضه فاطمیه داشتیم، یا شوهر عمه من مرحوم آقای مقدادی پسر شیخ حسن علی نخودکی بود و یه عارف و همه بزرگان هم مدن پیشه. اون دین برای من خیلی چیز محترمی بود، ولی الان که نگاه میکنم به این تعبیر و تفسیر دین، واقعا به این نتیجه رسیدم که دین رو نباید بازی کرد باهاش. دین باید جایگاه خودش رو داشته باشه، رابطه بین خدا و بندشه، دیگه نباید آلوده این بازی ها. اقتصاد توحیدی نمیدونم این چیزایی که آدم میشنوه برای من خود سنگین بود. برای شما چی؟ ببینید بنده من حیث المجموع به دیدگاه آقای بنی صدر اعتقاد دارم. من حیث المجموع البته انتقاداتی هم داشتیم، تفاوت اختلاف نظرهای هم بوده. این که دیگران از دین یا هر عقیده دیگری چه استفاده می کنن، ابزار می کنن در جهت منافع ناحق خودشون، اون یک بحث دیگری است. اما اینکه خود دین چیست، این یک بحث مبحث دیگری است. اینها را جداگانه باید با یکدیگر به عبارتی مقایسه کرد، این نباید خلط مبحث کرد. ما میبینیم که از دیدگاه های دیگر، از خدمت شما ایدئولوژی های دیگر، همیشه بشر در جهت منافع خودش آمده و سوء استفاده کرده. به همین جهت بود که آقای بنی صدر همیشه مسئله حقوق و حق را مطرح میکردن، چون زمانی که حق مطرح باشد، حقوق مطرح باشد، سوء استفاده نمیشود کرد. این یک مورد بود. اون بحث اقتصاد توحیدی که آقای بنی صدر داشتن، ببینید در دیدگاه آقای بنی صدر، همون کتاب تضاد و توحید رو که نوشتن، مبحث ایشون احدیت نبود. متاسفانه در کلام اسلامی توحید رو به معنای احدیت الله باری تعالی میگیرن. دیدگاه آقای بنی صدر درست بود، میگفت توحید احدیت نیست، توحید در سیستم نمود پیدا میکند. و در مورد اقتصادم ایشون همین را میگفتن، میگفتن تمام اجزا میباید که در مسیر یک هدف مشخص با همدیگر وحدت داشته باشن، تضاد نباید داشته باشن، چون اگر تضاد داشته باشن سیستم فاسد میشود و کم کم از بین میرود. این دید آقای بنی صدر بود در اقتصاد توحیدی. و البته در مورد این دید مثل مرحوم بازرگان و برخی دیگه به آیات قرآن و روایات و اینها ایشون استناد میکردن. اما این که
آیا دین میتواند، حالا منظور شما مشخصا اسلام است، در اجتماع باشد یا نباشد؟ مسئله اصلی این است که اصلا اسلام ذاتاً اجتماعی است، ذاتاً سیاسی است. البته سیاسی نه به این معنا که اسلام به طور مثال عرض میکنم سیستم سیاسی مشخص داشته باشد. اسلام هیچ وقت از خلافت صحبت نکرده، از ولایت فقیه صحبت نکرده، از نظام جمهوریت و نخست وزیری صحبت نکرده، اما یک اخلاق سیاسی دارد، یک حقوق سیاسی دارد. و آقای بنی صدر به این معتقد بودند که ما میتوانیم نظام جمهوریت داشته و نظام هر چی داشته باشیم، و اون شالوده اسلام رو چون حقوق میدانستند میگفتن این نظام هر گونه که باشد، البته نظرشون این بود که باید دموکراسی باشد، که حقوق برابر باشد و همگان بتوانند که به وظایفشون، تکالیفشون و حقوقشون برسن. این دیده آقای بنی صدر. مازیار عزیز، آقای بنی صدر حزبی درست نکرد؟ در واقع همون روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت، اون مجموعه دوستانش اینا بودن که بعضا هم به مرور که زمان طولانی شد رفتن، چون اون اوائل خیلی امید زیاد بود که تحولی ایجاد بشه. دیدارهایی داشتین باشون؟ دور هم میشستین، بحث و جدل داشتید؟ و آیا اندیشه یه حزب درست کردن هیچ وقت بین شما مطرح نشد؟ ببینید، این از مسائل اختلافی بنده بود با آقای بنی صدر و برخی از دوستانشون. آقای بنی صدر این مسئله رو در زمان انقلاب و پیش از انقلاب هم داشتن. حتی شما زمانی که ایشون رئیس جمهور هم شدن، در اون زمان یک تشکیلات منظمی نداشتن. حتی اون دفتر هماهنگی نیروهای رئیس جمهور هم اگر یادتون باشد به صورت عمودی نبود، به صورت افقی بود. یعنی درست. فقط همون نیروهایی که در انتخابات در ستاد ایشون با دیدگاه حالا مختلفی شرکت کرده بودند، اینها اون دفترها را خودشون هدایت میکردن. آقای بنی صدر، بنده به ایشون بارها گفته بودم، به هر حال بحث کرده بودم با ایشون، نوشته بودم برای ایشون که تشکیلات لازم است و حتی از آیات قرآنی هم بنده استفاده کرده بودم. منتها ایشون با توجه به اون اعتقادی که داشتن، میگفتن هر کس امام خود است و تأمین امامت، ایشون میگفتن که مردم، هر شخصی خودش باید که در مورد یک دیدگاه بیاید، به یک نظری برسد، خودشون باید این فعالیت رو بکنن. اینکه ما بخوایم که حزبی بزنیم و به عبارتی به اینها دیکته بکنیم، این به هیچ وجه من الوجوه صحیح نیست و این سلطه ایجاد میکند. دیدگاه ایشون این بود. حتی در زمان انقلاب هم، خرداد 60 هم، اون چه که من فکر میکنم که باعث شد که اون کودتا شکل بگیرد، یعنی محتوا کودتا بود اما ظاهر به هر حال حالا چیز بودش، خل بود، اینها صورت بگیرد، به خاطر این بود که آقای بنی صدر تشکیلاتی نداشتن. بله، کاملا درسته. من هماره از خودم سوال کردم، آقای بنی صدر در دورانی که تو کنفدراسیون بود به هر حال یه جناحی رو اونجا هدایت میکرد، به خصوص تو چند جلسه بزرگ که ایشون شرکت کرد، فکر کنم کارسروه بود یا یکی دیگر از جلسات که ایشون اومد و اونجا سر اصولا مسئله جبهه ملی و اینکه احزاب جبهه ملی باید مستقلا کار کنن یا نه، واقعا دوستمون آقای محسن خاتمی که حاضر بوده اونجا، کاش اینجا بود، او اطلاعات دقیق داره. ولی بعدن وقتی ایشون به اون جایگاهی که آرزو داشت برسه رسید، مسئله حزب رو رها کرد، در حالی که به اعتقاد من در ایران یکی از مشکلاتی که به کودتاها میتونه نقش بده همین نبودن حزب. شما وقتی آقای بنی صدر در دانشگاه سخنرانی کرد در اون جریان یادبود زنده یاد دکتر مصدق، 2300 هزار نفر مردم اونجا آماده فرمان بنی صدر بودن، یعنی آماده بودن حرکت کنن. همون اتفاقی که توی جنبش سبز هم افتاد، که کافی بود آقای موسوی بگه به پیش به سوی بیت مبارک. حالا غرضم اینه که آقای بنی صدر، من همیشه حس میکردم یه مقدار دلگیری پایدار داشت. شاید دلگیری از مردم بود، دلگیری از زمانه بود، دلگیری از سرنوشت بود. این در عین افسردگی همچنان امید داشت که سرانجام او بر میگرده. و این برای من خیلی جالب بود. انسانی بود که تا آخرین لحظه فکر کرد که هنوز رئیس جمهوره. در عمل آیا این در برخورد باهاش حس میکردیم؟
ببینید ایشون به هیچ وجه من الوجوه به دنبال قدرت و این مسائل و برگشتن به هر قیمت و اینها اصلا نبودن. اون چیزی که ببینید شاخص هست در آقای بنی صدر، مرحوم آقای بنی صدر، این است که ایشون صداقت داشتن، به دنبال این یارگیری سیاسی به هر قیمتی نبودن. حتی یک بار خود بنده گفتن که من سیاستمدار خودم رو نمیدانم، من خودم رو مصلح اجتماعی میدانم. ایشون در ایران هم اون زمان اگر یادتون باشد آقای خمینی برای ایشون شرط و شروط گذاشتن که شما با این آقای بهشتی و هاشمی رفسنجانی و یعنی به عبارتی حزب جمهوری شما بسازید، میشوید رئیس جمهور. هرچی هم گفتید همون، اون زمان آقای بنی صدر در کرمانشاه بودن، از همونجا یک تلگرافی چیزی برای آقای خمینی ارسال کردن که اون زمان منتشر شد که برای آقای خمینی نوشتن که من فکر میکردم شما مرد عقیده هستید اما مرد عقیده نیستید، من نه این فرماندهی کل قوا را میخواهم نه این ریاست جمهوری را. من یادم هست 7-8 سال قبل که اون موقع خب خیلی هم تندم بودم و سر پرشوری داشتم، با آقای بنی صدر یک بار گفتم که ما یک تشکیلات چیزی در ایران به راه بیاندازیم، این جوانها رو مردم رو سازماندهی کنیم اینا. ایشون مخالفت کردن، بنده بهشون گفتم که این علت مخالفت شما چیست، چرا چیز نمی کنی؟ ایشون گفتن که ما خودمون الان در خارج هستیم، خب مردم را جوانهاشون را بیاین در داخل ایران اونجا تشکیلات درست کنیم، بعد اونها اونجا به مشکل بیفتن که چی میخواد بشه، ما مثلا میخواییم به حکومت برسیم برویم ایران. ایشون گفتن که اونجا به بنده گفتن که به هر ابزاری با هر روشی نباید برای رسیدن به هیچ هدفی حتی سیاسی غیر سیاسی نباید دست زد. بنابراین خلاف اونچه که برخی ها میگوین که آقای بنی صدر نمیدونم همچنان خودشون رو رئیس جمهور میدانستن در توهم بودن اینها، ایشون اصلا فکر این مسائل نبودن. حتی شما میبینید خیلی اوقات با خیلی از رسانه ها به دلایلی که خودشون داشتن حالا یا موجه یا غیر موجه حتی مصاحبه هم نمیکردن، حتی حاضر به این نبودن ردایشون به هر قیمتی به هر جایی برسد. اصلا چنین نیست، ایشون به هیچ وجه من الوجود نه خودرأی بودن نه خودکامه بودن نه خدمت شما به دنبال قدرت بودن. خود بنده با ایشون خب صحبت میکردم انتقاد میکردم، اختلاف سنی خیلی بالا بود، شایدم بعضا حالا بی‌ادبی، ولی حتی یک بار ایشون به رخ بنده نکشیدم. خود آقای محمد جعفری رو که به هر حال معرف حضور احتمالاً هستن بیشک هستن، ایشون کتاب‌هایی که نوشتن در مورد انقلاب ایران 30 خرداد 60 خیلی انتقادات به حرکت‌ها و عملکرد آقای بنی صدر در قبل انقلاب و بعد از انقلاب مطرح کردن، اما آقای بنی صدر یک بار هم به ایشون گلایگی نکرد و همون کتاب‌ها در منزل آقای بنی صدر بودن و کسانی که میومدن اونجا اون کتاب‌ها رو میتوانستن همونجا دریافت کنن. بنابراین من این رو کاملا عرض می‌کنم که این صحبت‌هایی که در مورد آقای بنی صدر می‌گویند اشتباه است. مازیار جان یه سوالی ازت میکنم، خصوصیه، میتونی جوابم ندی. رابطه آقای بنی صدر با آقای سلامتیان خب رابطه خیلی نزدیکی بود، ولی این آخری آقای سلامتیان هم کنار کشید به نظرم، دیگه حضور نداشت در جمع یاران بنی صدر و حداقل هیچ فعالیتی هم نمیکرد، به خصوص بعد از که ایشون به ایران رفت و برگرد. ببینید روابط دوستی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم همیشه بوده، آقای بنی صدر همیشه هم به دیگران هم بالاخص به آقای سلامتیان که از افرادی بودن که ایشون در ایران در مجلس هم که بودن حتی به خاطر آقای بنی صدر مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، انسان خوبی هستن. خب دیدگاه های سیاسی افراد در طول زمان به جهاتی درست یا غلط تغییر می‌کنه، ایشون هم خب دیدگاهشون کم و بیش خب تغییر کرد و این خللی در به عبارتی احترام دوست داشتن اینا به هیچ وجه نمیگذارن، من شکی در این قضیه ندارم. باز یه سوال خصوصی میکنم، هیچ وقت از آقای بنی صدر پرسیدی اون لحظه که تصمیم گرفت از مجاهدین جدا بشه آیا فقط سهمگینی این تصور بود که منی که فرمانده کل قوا بودم از وطنم دفاع میکردم برم زیر چتر صدام حسین، یا مسائل دیگری هم بود؟ هیچ وقت به این موضوع پرداختین در صحبتاتون؟ ببینید من مستقیم به یاد ندارم در این مورد به صورت مستقیم صحبت کرده باشم، اما اون مسئله این بود که آقای بنی صدر یک شخصیت ملی بودن، این در این هیچ کسی شکی ندارد، رئیس جمهور ایران بودن، به کلام الله مجید هم سوگند خورده بودن که برها از حقوق ملت ایران دفاع کنن،
اون مسئله تجاوز به خاک میهن ما، خب همه میدونیم سازمان ملل، شورای امنیت هم به هر حال عراق را متجاوز شناختن. آقای بنی صدر حاضر به این نبودن مثل برخی از این اپوزیسیون ها که به هر قیمتی شده مثلا بخوام به رژیم ضربه بزنن یا به ایران ضربه بزنن. مسئلهشون این بود. خود آقای بنی صدر میگوین که این آقای رجوی به من، ما اون موقع چون در پاریس آقای بنی صدر نشریه انقلاب اسلامی یک مقاله نوشته بودن به نام دروغ‌های تاریخی طارق عزیز، آقای مسعود رجوی یک نامه 14 صفحه‌ای با آقای بنی صدر می‌نویسد و انتقاد می‌کند از این مسئله. آقای بنی صدر بهشون میگوین که این دفعه بعد از این کارها بکنین، من همین 14 صفحه را انتشار میدم، هم یک مطلب تندی علیتون می‌نویسم. تا زمانی که اون مسئله رفتن به عراق مطرح شد، اون به این ترتیب بودش که ایشون آمد پیش آقای بنی صدر و گفتن که ما، یعنی یکی از دوستان آقای بنی صدر، آقای بنی صدر فرانسوی بودن، اطلاع دادن که این آقای طارق عزیز میخواد با شما دیدار. آقای بنی صدر میگوید که نخیر، من نمیپذیرم، گویا این آقا نمیداند که این متجاوز است به خاک میهن من، بعد من چگونه این را بپذیرم. اون آقای رجوی بعدش میآید میگوید که این طارق عزیز این درخواست داد و اینو آقای بنی صدر میگوین که قبول نکنه. اون آقا میگوید که من قبول کردم. به هر حال اونجا بگو مگوی میشود. آقای بنی صدر میگه حالا که قبول کرده ای برو اونجا بنشین و از حقوق ایران در اروندرود و اینها دفاع کن، اونها را محکوم کن به تجاوز. اون آقا میرود، حالا این نیم ساعت اینا میشود حالا 5-6 ساعت به عبارتی، که به قول آقای بنی صدر هرچی هم شد در اونجا شد. تا اون آقا میآید پیش آقای بنی صدر، بعدها میگوید که ما طرحی داریم که برویم عراق، اونجا میخوان به ما زمینی بدهن، ما اونجا فراخوان میدهیم که خب مردم بیاین پیش ما و ما از اونجا برویم به سمت تهران حمله کنیم و اینها. اونجا بود که آقای بنی صدر با این آقا شدیداً درگیر میشود و میگوید این حرکت خیانت است و شما مثل اینکه قدرت پرست هستید، این قدرت شما را کورکر کرده و این جدایی از اونجا پیش میآید. حتی این بحث اتحاد و ائتلاف هم، من این را بگویم که این تکمیل بشود، آقای بنی صدر مرحوم در مخفیگاه بودن، منزل مرحوم لقایی. اونجا بود که مجاهدین اومدن پیش آقای بنی صدر و این بحث اتحاد و اینها را مطرح کرد. آقای بنی صدر به اینها گفتن که شما التقاطی هستید، ما به خمینی که، آقای خمینی که 100% اعتماد داشتیم این شد، به شما که 100% ما بی اعتمادیم. قرار می شود اونها اونجا اون کتاب ها و جزواتشون رو ببرن، آقای بنی صدر اونجا نقد کند، بنویسد اینها که در همون مخفیگاه آقای بنی صدر رو کتاب ها حالا حاشیه نویسی میکنن اینها. اونها میگن ما پذیرفتیم. قرار بر این می شود که شورای ملی مقاومت تشکیل بشود. آقای بنی صدر یک منشوری اساسنامه مرامنامه ای می نویسند که یکی از اصلاش استقلال بود. این مسئله رفتن به عراق که پیش می آید، اونجا آقای بنی صدر می گوید شما این استقلال را نقض کردید، اون دو اصل دیگر هم نقض کردید، زیر تعهد خودتون زدید. این نمی شود، ما با نمی توانیم علیه حقوق ایران کشورمون اقدام کنیم. این مسئله از اینجا آغاز شد. آقای شکوری یه نکته جالبی اشاره کردی شما، منم بگم بهت. به بنی صدر باید آدم شرایطش رو در نظر بگیره. اگر بنی صدر با رجوی نمی اومد، فرانسه رجوی رو راه نمیداد، چون رجوی به عنوان یه تروریست بود، بنی صدر به عنوان رئیس جمهوری بود که با کودتا برکنار شده بود و فرانسه نسبت به اون نهایت احترام گذاشت. مجاهدین با زرنگی در پناه بنی صدر اومدن به فرانسه، بعد رفتن دنبال اجندا و برنامه‌های خودشون، ولی بنی صدر زیر بار نرفت. و به اعتقاد من همین مسئله و گفته‌ای که مراد ویسی اشاره کرد، سخنرانی که در پایگاه هوایی دسفول میکنه زمانی که می‌خواستن پایگاه رو منتقل کنن جای دیگه و از فردوسی مثال میاره، از شاهنامه، ویسی همیشه میگه همون یه سخنرانیش که باعث شد پایگاه دسفول سر جاش باشه و دلاوران نیروی هوایی ما برن و تانک های عراقی رو شکار کنن توی دشت و مانع از این بشن که اونا به شهرهای شمال خوزستان برسن، خودش بزرگترین خدمتی بود که کرد. به هر حال روان شاد، حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد، زمانه را قلم و دفتری و دیوانی است. بسیار ممنونم آقای مازیار شکوری از شرکت و دبر. من یک نکته رو فقط میخوام عرض کنم. خواهش میکنم.
اجازه. این روزها در مورد آقای بنی‌صدر زیاد در رسانه ها صحبت شده. من یک نکته دیدم، آقای شرفی در تلویزیون شما و آقای مهتدی در یکی از تلویزیون های دیگر گفته بودند که مرحوم بنی‌صدر در مورد کردستان گفته بودند که ارتش پوتین از پا در نیاورد. ما این رو بارها گفتیم، روزنامه‌ش هم هست. اون مسئله اصلا مربوط به کردستان نبوده، مربوط به خوی بوده و اصلا مسئله سیاسی هم نه. اونجا چند نفر را گروگان گرفته بودن که آقای بنی‌صدر همه چی حرفی گفت، حتی رئیس جمهور شما را هم گروگان گرفتن. ارتش حق ندارد پوتین از پا در بیاورد. حالا من نمیخوام وارد مسائل کردستان بشم، حالا اگر بود برنامه این آقایان باشن ما هم در خدمت خواهیم بود. اون تاریخ رو بخونید دیگه، باید عنوان کرد. نه بعد آقای بنی‌صدر اون زمان فرمان، نه اون زمان فرمانده کل قوا نبود. این اشتباه هم چند جا شده گفتن آقای بنی‌صدر اصلا وقت فرمانده کل قوا نبود و ایشون در جریان جنگ کردستان. بله جنگ سنندج زمان دولت موقت بوده. حالا ما وارد مسائل کردستان نمیخوایم به صورت تخصصی بشیم. بله اینو حالا اون یه مقوله دیگه در جای دیگه. ولی بسیار ازت ممنونم، خیلی خوشحالم که باید. یکی از نسل جوان، چون ماها با این سن و سالمون وقتی از آقای بنی‌صدر میزنیم خب دیدمون فرق میکنه با یه جوانی مثل مازیار شکوری عزیز. درود بر مازیار. امروز در این حال اشاره کنم که سالروز در گذشت بانوی آواز ایران مرضیه است. بانوی که بسیار دوستش داشتم، به خاطر مراقبت‌های مجاهدین با من که حرف میزد اسم همسرمو میآورد. منتها مقالات کیهان منو که میخوند هر هفته زنگ میزد. درود به روانش. میشنویم مرضیه بانو رو. درود دوباره. این کامبینیشن شما ببینید، مرضیه، بیژن ترقی، پرویز یا حق. من از پرویز همیشه میپرسیدم، میگفتم آقا چجوری این زیبایی که شما بگو ببین، مثلا رهی معیری خونه من بعد کاغذی دستش بود و شعر میدوش، من همیشه میگفتم رهی جان بخون اونو، مثلا اولشو مصرع اولشو میخون، من همون آن تو ذهنم یه ملودی جان میگیره. بعد با پایان یافتن شعر اون من ملودی رو تموم کرده بودم. بعد به هم میگفتم خب به کی بدیمش؟ رهی میگفت این به صدای الهه خیلی میخوره. گفتم خب الهه میخوره یا مرزی یا دلکش یا دیگران بنان. اینا با زندگی میکردن، با عشق زندگی میکردن. شما الان کسی که داره ساز میزنه زنگ بهش میزنن محمد آقا، موریس جان، نمیدونم حسین آقا، پاشو بیا استودیو فلان. میره اونجا یه دستگاه سینفسایزر گذاشته جلوش، صدای تار در میاره، صدای دنبک در میاره، اینجا آهنگم یه رو بزده میشه و تمومشو میخونم. ارکست میمد توی استودیو گلها میشست، 12 تا نوازنده که هر کدوم برای خودشون استاد بودن، استاد بودن هر کدوم. جلیل شهناز مگه تکرار میشه؟ کسایی مگه تکرار میشه؟ موسوی عزیزم اینا مگه تکرار میشه؟ نمیتونم. امروز 20 مهر روز حضرت حافظ هم هست. ببینید حالا در همون پنجشیر، در تاجیکستان، در سمرقند و بخارا چه جور از حافظ بزرگ یاد میکنه. یادش بخیر، نوروزی بود با شهرام شارختاش رفتیم سر مزار حافظ. شهرام دلش پر بود، حالا مشکلات و مسائلی داشت، برادرش بیمار بود و غیره، سرشو گذاشت و گریست. من هرگز گریه‌ای چنان ندیدم. یه شاعر موجنوی بر سر مزار حافظ. و این تکرار شده بود. یعنی در گذشتم یادم از یه روز فکر کنم یا حقی بود یا خرم بود، حالا یه کدومشون بودن که با دلکش رفتن شیراز و سر مزار حافظ رفته بودن و اونجا شعر و آهنگی سروده شد و ساخته شد که سر و صدای عجیبی کرد. بر تربت حافظ بنشستم غمناک، یک عشق دیدم در خاک، ای
نور بزرگ ابدی ای حافظ. وقتی این اومد خون دلکش توی صبح جمعه در رادیو، چه سر و صدایی کرد، چه سر و صدایی کرد. باری در مملکتی که رئیس جمهوریش تصدیق شیش ابتدایی داره، فرمانده نیروی دریایی سپاهش هم باید اینقدر شعور نداشته باشه که متر رو با کیلومتر اندازش رو ندونه. میگید نه؟ فکر کنید من مبالغه میکنم چون ضد ولایت فقیه هم؟ نه، من براتون کلیپ رو میذارم، خودتون ببینید. این نادان که همکارش میگه ساسانی ها ایران رو به مغولا دادن، در حالی که عربا اومدن گرفتن با اون کشتارای عظیم، این یکی هم برمیگرده میگه ما در 70 کیلومتری زیر آب مخفیگاه های موشکی ساختیم. نگاه کن، این شهرک ها در هذه المدن الواقع تحت الارض موجودة على طول سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان وعلى عمق 70 کیلومترا و مسلحه بالکامل. شهرک های موشکی سپاه در طول ساحل خلیج فارس بیش از 70 کیلومتر عمق دارن. گویان پس از این اظهارات فرمانده سپاه، دانشمندان پروژه تحقیقاتی حفاری آمریکا جامعه ها دریدند و برای نمونه برداری از عمق 70 کیلومتری به سمت ایران حرکت کردند. عمق پوسته زمین 40 کیلومتر و عمیق ترین حفره‌ای که بشر تونسته برای تحقیقات حفر کنه 12 کیلومتر. بشر هیچ وقت به عمق بیشتر از این نرسیده بود تا اینکه دانشمندان سپاهی با اقتباس از افسانه سفر به مرکز زمین دست به شهرک سازی در عمق 70 کیلومتری زدن. اونا تو گوشه زمین در دوای 1000 سانتیگرادی دارن موشک بازی میکنن. خبرگزاریاشون هم با غرور این افتخار رو منتشر کردن و عده زوب در ولایت همونو باور کردن. خدایا ملت ما رو از شر این نادانان جاهل نجات بده. شما فکر کن این فرمانده اگر جنگی صورت بگیره، این فرمانده میخواد بره بجنگه، نه دریا رو میشناسه نه زمین رو، یا حمالی بوده برای خودش حمالی میکرده، جنگ شده اومده رفته تو جبهه، بعد شده سردار و سلشکر و دریادار. تمام این انبارایی که اینا در عمق زمین ساختن مکسیموم 500 متر 400 متر 600 متر اگر بزنن مکسیموم، بند 50-100 متر بیشتر نیست. حالا اونم در خلیج فارس که زیر دریایی شما نمیتونی بیاری چون عمق آب عمق کمیه و بنابراین شما نمیتونی در اونجا تا این مقدار بری پایین. 70 کیلومتر که ول کن، بگو 70 متر. خب در مملکتی که چنین انسانهایی هستن اصلا علم معنا نداره. اینم من از زبان یک استاد دانشگاه میارم براتون. اصولا ببینید در جمهوری ولایت فقیه علم میتونه پایه‌ای داشته باشه. وقتی تو قبول داری که امام زمان ته چاهه و از روزی که به دنیا آمده رفته توی چاه قایم شده، اما آقای جنتی و دیگران میگن مرتب میاد زن میگیره تو عراق و ایران و آمریکا این ور اون ور، آیا علم میتونه معنایی داشته باشه؟ گوش بدید به این کلیپ و برنامهش راجب علم از یک استاد دانشگاه. من میخوام عرض کنم که اصلا چیزی به نام نظام علم در کشور وجود نداره به خاطر مداخلات نظام سیاست. اگه فرض کنیم عمده بازیگر نظام علم دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، اساتید و دانشجویان و پژوهشگران حول این نظام ها هستن، شما ببینین از یک طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی میاد ارتقاب آیین‌نامه ارتقا میذاره، آیین‌نامه مدیریت دانشگاه ها میذاره، نمیدونم همه اینا رو فیکس میکنه. وزارت علوم روزی 100 تا آیین‌نامه میفرسته، همه رو میگه در هیئت امنای خود به تصویب برسانید. از یه طرف هیئت امنا ها مستقلن، از یه طرف میگه معاونت علمی میاد با پولایی که داره در خیلی جاها اختشاش ایجاد میکنه در روابط بین ارکان نظام علمی. بنیاد نخبگان میاد شاگرد اول تعیین میکنه، نهادهای امنیتی که ماشاءالله حکومت میکنن در دانشگاه ها در ارتقا و ترفیع و جذب دانشجو و استاد و همه و مدیر و همه چی دخالت میکنه. شورای عالی تحول میاد در برنامه های علوم انسانی دخالت میکنه. من میخوام حالا دانشگاه شهرستانی که وضعشون از اینم بدتر، نهادهای دیگه ای هم توشون هست، من میخوام بگم اصلا کو نظام علم؟
مگه چیزی به نام نظام علم به مفهوم یه نظامی که داره کار خودشو میکنه؟ نظام ترجمه سیستمه دیگه. سیستم یعنی مجموعه از اجزا که با هم یک هدف مشترک رو دارن دنبال میکنن. اصلا یه همچین اتفاقی در دانشگاه ها نمیفته. طبیعتاً توی همچین شرایطی اتفاقی که افتاده چیزی نیست جز انفعال دانشگاهی ها. یعنی دانشگاهی ها چیکار میکنن؟ میگن آقا آسه برو آسه بیا، بریم مقاله بنویسیم، کتاب بنویسیم، امتیاز بگیریم، حق و تدریسی بگیریم، زندگیمون بگذره دیگه، بالاخره ما بالاخره باشیم همین. در حالی که اگه نگاه این باشه که هر نسلی شما اون گوینده رو ببینید حالش بیچاره دلپیچه گرفته، یعنی آدم میتونه همینجوری رو صندلیش داره تکون بخوره. این استادم خیلی هوشمند، کلمات رو در مقاطعی عنوان میکنه که شما میبینید که نمیشه قطعش کرد. اون روبروی هم نشسته داره برای گزارش برای وزارت اطلاعات مینویسه. واقعا دلم برای این استادا میسوزه. آدمای نازنینی هستن توشون. یک استادی از دانشکده ادبیات اصفهان برای من نامه‌ای داده بود که برای دکتر آجودانی عزیز که همونجا تدریس میگد بگم متنشو، و نوشته بود که به دکتر آجودانی بگید اگر امروز به دانشگاه ادبیات اصفهان بیاد عشق میریزه. حمالایی به عنوان استاد اومدن اینجا که فکر میکنن دانشکده ادبیات اینجا، در دانشکده ادبیات شما نهج البلاغه درس نمیدی بابا، حضرت فردوسی رو باید بری اینجا درس بدی، حضرت مولانا و حضرت حافظ رو و تاریخ بیهقی رو بگی اینجا. ولی این حمالا اومدن مولا باقر مجلسی رو میگه. خب این مصیبت سر. اما در همین کشور خوب باید ببینیم بهرام عین اللهی که میشه وزیر بهداشت به این راحتی دروغ میگه، چون اون هم اگر به علم به سوگندش پایبند بود هرگز اینجوری حرف نمیزد. گوش بدید ببینید چه میگوید. همه امروزه مشتاق به استفاده از این واکسن هستن، واکسن برکت که از جمله واکسن‌های بسیار موفق نه تنها در کشور بلکه در دنیا هست. من الان موبایلمو که باز کنید همه دنبالن، الحمدلله از ما واکسن برکت میخوان. امروزه همه واکسن برکت میزنن، شما چطور؟ تبلیغات سخیف وزیری که باید متولی سلامت جامعه باشه برای شرکت تحت کنترل علی خامنه‌ای. آیا برکت از واکسن‌های بسیار موفق دنیا هست؟ همونطور که میبینین ده ها واکسن انواع مجوزها رو گرفتن، اما هیچ نهاد بین المللی تو دنیا به برکت مجوز نداده. از مجموع 6.5 میلیارد واکسن تزریق شده تو دنیا فقط 5 میلیون برکت تو ایران تزریق شده، یعنی کمتر از 10% تو ایران و کمتر از 0.7% تو جهان. ختم کلام، کدوم احمقی برای سفارش واکسن به موبایل وزیر بهداشت تماس میگیره؟ اینجا هست که نشان خر خودتی رو تقدیمش میکنیم به عین اللهی وزیر بهداشت. واقعا من نمیخوام با این واژگان باشون برخورد بکنم چون واژگان من نیست، ولی آقای عین اللهی از خودش خجالت نمیکشه؟ شب که میره تو خونه از همسر و بچهش خجالت نمیکشه؟ یا او هم شبیه اون شدن؟ من وقتی همسر رئیسی رو میبینم میبینم خب بس خودشه، اونم با تصدیق 6 دکترا بهش دادم میاد انگلیسی حرف میزنه، آبروی ایران رو تو مجامع جهانی میبره. اتفاقا یه بانوی افغان تو یکی از این کلاب هاوس ها از من سوال کرد، گفت شما چند نوبت اینو پخش کردید، آیا واقعا این خانم رئیس جمهور ایران؟ گفتم بله. گفت بابا صد رحمت به افغانستان، همسر رئیس جمهور ما حالا هرچند باش بد باشن آقای اشرف غنی به 3 زبان حرف میزد، روشن تحصیل کرده. گفتم خب اینم هست دیگه، این رئیس جمهور ماست، نوکر آستان امام رضا وردوشان بودن کردنش رئیس جمهور با تصدیق 6. و این برای من تلخه، برای ملتم افسرده میشم، رنج میبرم اینا رو میبینم. تمام آدمای اندیشمند بزرگ ایران یا در خارج خاموش میشن. یا امروز چرا نباید شخصیتی مثل دکتر چنگیز پهلوان برنامه ریز نظام آموزش عالی ما باشه؟ چرا نباید این بزرگان ازشون بهره گرفته بشه؟
چرا دکتر احمد مهدوی دامغانی در این سن و سال باید غربت نشین باشه؟ چرا دکتر ماشالله آجودانی باید در بیرون از کشور باشه؟ دکتر کاظم کردوانی، دکتر صدیق یزدی و نمونه های متعددی که داریم میبینیم، چرا اینا باید در بیرون کشور پیر بشن، خاموش بشن؟ به خاطر که سید علی خامنه ای با خودپرستی پشت پا به تمام مواهب انسانی زده، وجدان انسانی، و نشسته بالای کرسی ولایت و سرکوب میکنه. خدایا چرا اینا اینجوری هستن؟ سعید زیبا کلام، خب برادر استاد او نیست، انقلابی تر از برادر بود، ولی چند تا جمله گفته خیلی جالب بود برای من، اینا رو گوش بید. نظرتون راجع به اتفاقاتی که در مدرسه رفاه افتاد، اعدام‌های انقلابی، نظرتون چی هستش؟ من به نظرم میاد اونجا ما یه مقدار زیادی تعجیل کردیم. به نظرم اگر میشد با صبوری این محاکمات صورت بگیره، محاکمات اساساً صورت بگیره، من معتقدم محاکماتی صورت نگرفته، محاکمه ای نبوده، محاکمه شرایطی است که بشه دفاع کرد، یعنی متهم بتونه دفاع بکنه. اعتقاد من شرایط اونجوری نبوده. من خودم در سال 58 که مدیر کل رادیو تلویزیون کردستان بودم در سنندج، 58 در اوج اون فعالیت های دموکرات ها و کموله و عرض کنم که کارهای شیخ عزالدین حسینی و غیره و سربوریدن ها و حملات ناجوانمردانه اینها علیه به جهاد سازندگی در کردستان، اون زمان من اونجا بودم، محاکمه صورت نمی گرفت. یعنی قاضی شرع آقای عاشق صادق خلخالی تا اونجایی که من اطلاع دارم و مواردی رو دیدم، اطلاع موثق دست اول دارم، مثل محاکمه افرادی در فرودگاه سنندج، در فرودگاه سنندج، بنده عنوان مدیر کل خبرنگارم و فرستادم فرودگاه. در فرودگاه سنندج خلخالی جنایتکار عده ای از جوانها رو گرفت، دو تنشون رو من میشناختم، شهرام و احسن ناهید. مادر اینها تا یه دو سال قبل در لس آنجلس بود، عشق میریخت هر بار اسم اونا میمد. یه برادر دیگه شون رشید کتاب فروشی رو داشت که امروز دوست نازنینم که خسرو بهروزی اون رو در وستفود خریداری کرد و اونجا رو اداره میکنه، و رشیدم رفت، رفیق عزیز من بود. و این دو برادر رو، یکی تا نصفه کمر در گچ، یکی دستا شکسته، چون کفش کتونی پاشون بود، خلخالی برد تو فرودگاه سنندج تیربارون کرد. و این منظره هست، این مشهوده. جنایت خمینی، همین یکی رو بگیریم کافیه. بعد در پاوه کردها رو گردنشون رو با طناب به پنجره میبستن. چه کردن، چه جنایاتی اینا با مردم کردن. یه اشاره هم داره آقای زیبا کلام به بنی صدر، اینم بد نیست بشنم. چطور میشه که آقای بنی صدر که امام حالا توی فرانسه اول میره منزل ایشون، حالا کوچیک بوده چطور بوده جاشون عوض میشه، توی پرواز انقلاب با امام هست، رئیس جمهور میشه، اصلا چی میشه که آقای بنی صدر عدم کفایت برای صادر میشه، چی میشه که از قطار انقلاب پیاده میشه، یا اساسا فکر میکنین اگه آقای بنی صدر توی مملکت میمون فرار نمیکرد چه اتفاقی براش میافتاد؟ والا این سوال خوبیه، سوال مهمیه. اولا اینکه میگید که بنی صدر از قطار انقلاب پیاده شد، من خیلی مطمئن نیستم که پیاده شد بود یا پیاده کردن. این خود بعد دقت. بله، پیاده شد یا پیاده کردن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما در پناه پروردگار عاشق.